در نسلهای گذشته ما، پدران ما، مادران ما بسیار به دین و اعتقادات دینی خود مقید بودند و هستند و تلاش میکنند که این اعتقادات را به نسل جدید خود منتقل کنند. در این هیچ شک نیست. بله. اما چون فضا و دنیای امروز کمی فرق کرده و گفتیم که عصر تکنولوژی هست، عصر انفجار اطلاعات هست، همانطور به همان اندازه که پدر و مادر ما، مکاتب ما سعی میکنه که اولادها را دیندار و مقید بار بیاره، به همان اندازه و چه بسا بیشتر هم گروه هایی هستند، کشورهایی هستند که دوست دارن ما و جوانان ما از دین خود فاصله بگیریم، دور شیم. بله. تا چرا؟ به این خاطر که اونها راحت تر به اهداف خودش برسن و اولین نقطه ای را که نشانه میگیرن خانواده است. وقتی یک خانواده پراکنده باشه، وقتی جوان مقید نباشه به دین خود و آداب دینی و اون اعتقادات مذهبی خود پایبند نباشه، خب به خانواده خودم پایبند نیست، به کشور خودم پایبند نیست، به جامعه خودم پایبند نیست. خب همچین جوانی رو به راحتی میتونه تسخیر کنه، همچین جوانی را به راحتی میخونه، میتونه به سمت او هدفها و او گرایش هایی که مد نظر خود او جوامع است بکشانه. بله. چرا؟ خب گفتیم قدرت تبلیغات است، قدرت فضای مجازی است. همه اینها باعث میشه که جوانان ما را به راحتی جذب کنه. خب در مقابل ما باید چی بکنیم؟ و یکی از علت هایی که جوانان ما کمی از مذهب فاصله میگیرن و یا سوالات و شبهات مذهبی در اونها ایجاد میشه، اقتضای سنشان است. بله. چون ما گفتیم که در دوران نوجوانی، نوجوان ما سری پر از پرسش داره، پر از هیاهوی، سوال در ذهن خود بسیار داره که خدا چیست، پیغمبر چیست، چرا ما این مذهب داشته باشیم، چرا ما باید به این اصول معتقد باشیم، ما اگر نباشیم چی میشه، اگر این اعتقادات نداشته باشیم و یا یک مذهب دیگر داشته باشیم چطور میشه، و هزاران سوالی که در ذهن یک جوان رخ میده و یه حقش هست. ما نمیتونیم جوان خود سرکوب کنیم، بچه من نباید سوال کنی، نباید پرسش کنی، باید این مذهب و دینی که مدارو ما تو باید قبول داشته باشیم چشم بسته. این اشتباه است، این اقتضای سن جوان است و مخصوصا جوان امروز که کمی تحصیلات داره، جوان امروز که در معرض اطلاعات قرار داره. شاید نسل گذشته ما، زمانی که ما جوان بودیم، زمانی که پدران و مادران ما جوان بودن، خب بسیار هر چی که پدر و مادر میگفتن به چشم قبول میکردن. بله. ولی گفتیم ما نسل امروز را نمیتوانیم مقایسه کنیم. نسل امروز یک نسل پرسشگره، یک نسلی که سوال میکنه و منتظر یک جواب منطقی است و گاهی به او جواب منطقی خود اگر نرسه دچار شبهه میشه، دچار شک و تردید میشه. و یک از سوالاتی که بسیار جوانای ما داره سوالات مذهبی است، اعتقادات مذهبی است، چراهایی هست که برای دین داره. خب یکی از علتهایی که باعث میشه کمی گرایش پیدا کنه به سمت بینی بیدینی جوانان ما ناآگاهیه. چرا که شاید اون اطلاعاتی که لازمه هست برای پرسش اونها رو ما ندادیم یا نداشتیم. من پدر و مادر شاید اونقدر اطلاعات مذهبی ندارم که جوان خود قانع کنم. ببینید جوانایی که خانواده در کشورهای دیگه زندگی میکنن، عرف اسلامی نباشه و قاعدتا سوالات بیشتر از این میشه. قطعا سوالات بیشتر از چرایی های بیشتر از، چون محیط برایش بیگانه است، حالی میخوایم این مذهب خود حفظ کنه بسیار سوال داره. و یکی دیگر این که جوانان ما دنبال دلیل و منطق هستن. اگر من پدر و مادر آگاهی و نتوانم جوان خود را با یک دلیل و منطق آگاهی بدم، خب این باعث میشه که جوان ما کمی فاصله بگیره.